خب خوش اومدین به جلسه پاسیویمون. امروز میخوام در مورد پاسیوی صحبت کنم. خب حاشیه رفتن چیزا رو بذاریم کنار. حالا اگه یه 10 دقیقه حواستون خوب روی این ویدیو تمرکز بدین، یه چیز خیلی خوب رو یاد بگیرین که خیلی هم کاربرد داره، خیلی هم آسونه، خیلی هم از این گرامر من خیلی خوشم میاد چون قانوناش واقعا آسونه. پس یه 10 دقیقه خیلی خوب گوش بدین که چی میگم تا برای همیشه یاد بگیرین. خیلی خب، پاسیوی چیه؟ پاسیوی جمله مجهوله، یعنی جمله‌ای که داخلش انجام دهنده یک کار مشخص نیست. مثلا یه مثال میزنم، میگیم مه آوام مه اوون، ما در رو باز میکنیم، درسته؟ همین جمله رو میشه به صورت مجهول گفت. در اینجا مثلا انجام دهنده یک کار مشخصه، مه، ما انجام دهنده کار هستیم. اگه بخوایم اینو پاسیوی کنیم، پاسیویش به این صورت در میاد که اووی آواتان در باز میشه. پس این همچین جمله هایی رو میخوایم بگیم. نامه نوشته میشه، کتاب خونده میشه، کیریا لوئتان، این الان پاسیویه چون انجام دهنده کار مشخص نیست. کتاب خونده میشه، ولی خب کی میخونه؟ من میخونم، شما میخونید، دوستم میخونه، کی میخونه؟ این مهمه که توی جمله معلوم نیست، پس جمله پاسیویه، یعنی حالت مجهول داره. ولی غیر از اینجا دو جای دیگه هم به کار میره. خب پس اولین جایی که به کار میبره پاسیوی هست، خود جملات پاسیوی هست. اولین جایی که بگم ببینید جملات پاسیوی است، جملات مجهول. یه ساختاری داره جملات مجهول. جملات مجهول قبل از فعل مجهول، به این میگن فعل مجهول دیگه، فعلای مجهول اینطوریه. حالا تو ویدیو بعد در مورد ساختن فعلا صحبت میکنم، این جلسه میخوام آشنا بشیم باش. این فعل مجهوله. خب بذار اینو با رنگش کنیم، یا اینم مجهوله. قبل از وقتی بخوایم یه جمله بسازیم که مجهول باشه، قبل از فعل مجهول 3 تا چیز هست: یا اوبیکتی، یا اوبیکتی، یا پایکا، یا آیکا. اوبیکتی یعنی مفعول، مفعول که میدونید چیزی که روش کاری انجام میشه. مثلا اینجا اووی اوبیکتی هست، در باز میشه. چی باز میشه؟ در باز میشه. یا چی خونده میشه؟ کتاب خونده میشه. همیشه اگه خواستین توی جمله مفعول جمله رو پیدا کنید، از کلمه چی استفاده کنید؟ اووی آواتان، میتا آواتان، اووی آواتان. اوکی، اینم از این اوبیکتی، پایکا، آیکا. یا مثلا خب مثلا مثال که اینجا زدیم، اووی آواتان، اگه نگاه کنید قبل از فعل پاسیوی مفعول جمله اووی هستش. یا که اولش میتونی پایکا باشه، مثلا بگیم توریلا، توری که میدونید کجاست دیگه، توریلا یه مکانیه، توریلا میدن مانسیکوتا، در توری مانسیکا فروخته میشه. مانسیکا یعنی توت فرنگی فروخته میشه. توسط کی معلوم نیست، درسته توسط آدم فروخته میشه، اما خب یعنی اسم خاصی معلوم نیست، دقیقا معلوم نیست چه کسی با چه اسمی این کارو میکنه. البته توری خیلی چیزای دیگه هم میفروشه خیلی از مانسیکا. یا اینکه قبلش آیکا هست، آیکا یعنی خب زمان. مثلا کسله سویدن یتلو در تابستان بستنی خورده میشه، توسط کی معلوم نیست. پس کسله سویدن یتلو، سویدن اینجا میبینید که قبل از فعل سویدن چی اومده؟ آیکا اومده، زمان اومده. سویدن، اینا همه رنگش کنیم ببینیم، اینا فعلای پاسیوی هستن که اینجا استفاده میشه. خب این جای اولش بود که ازش استفاده میکنیم. بذار اینم یه حالتی پیش بدیم که مغزمون بهتر بفهمه چی به چی. قرمز زشت اصلا، از قرمز خوشم نمیاد. یه رنگی بدیم دیگه، اصلا این رنگی خوبه، این خوبه. خب میام پایین تر.
این جای اول. به جای دومش کجاست؟ جای دومش موقعی که به یکی میخوان پیشنهاد بدین دیگه، عهد و توس بدین، و یه بنده خدای آشنا میشین، میگیم بریم قهوه بخوریم. ما منن قهویله، منن قهویله، منن قبل از فعل. اینجا دیدین که قبل از فعل پاسیوی یا یکی از این ستا بود، اما اینجا قبل از فعل هیچی نیست، هیچی هم نباید باشه. منن قهویله یعنی بریم قهوه در واقع، بریم قهوه بخوریم. یا اگه سوالی میخواییم بپرسین، منن که یه مثلا این کو یا که رو اضافه کنید، منن که قهویله، بریم قهوه بخوریم یا نه، منن که قهویله. البته میتونید ادامه بدین، منن که قهویله، یو و من قهویه، ولی خب اینجا در مورد فعلا صحبت کنیم که چرا من میاره، چجور فعلا هستن، بعدا صحبت کنیم. خب به هر حال این درست شده. خب قهویله، پس جای دومی که ازش استفاده میکنین اهدوتوس هست، یعنی پیشنهاد. مننن قهویله، مننن قهویله. خب اینم از این. یا یعنی اینکه جای دیگه ای که بریم، جای آخری که ازش استفاده میشه پوهکیلیه می پرسونا، یعنی چی؟ دیدیم مثلا یه جمله که با می مثلا حرف می داخلش بکنم، یعنی ما مثلا میگیم همون میگیم می گیریوی تام گیریت، ما نامه رو، ما نامه می نویسیم، درسته؟ اینو میتونید حالت از فعل مثلا جای این کیریوی تامه از فعل پاسیویش استفاده کنید، همون معنی رو میده، یعنی همون معنی ما نامه رو می‌نویسیم میده، ولی حالتش عوض میشه. توی زبان پوکیلی زیاد استفاده میشه، یعنی مثلا خود فلانه تو زبان آمیانشون اینطوری میگن، می کیریوی تام کیریت، ما نامه می‌نویسیم. این دوتا یه معنی رو میده، ولی خب این حالت پاسیویه، این نه، این حالت کتابیه، این حالت گفتاری، اینطوری بگم بهتون. اینم از این. پس اینم سومین جایی که از پاسیوی میتون استفاده کنین. در کل این سه تا جا استفاده میشه، جای دیگه کاربردی نداره فعلا. خب اینم بذار یه رنگی بزنیم، رنگ آبی اناری نداره، طرفدار بارسا هم هستم نه متاسفانه، این چه این که اصلا نشون نمیده که. خیلی خب، مهم نیست، همین دوباره همین اینجا بود دوست. پس ما این سه تا جا رو یاد گرفتیم با هم که کجا ازش استفاده میکنیم. خب پس پاسیوی شو طریقی استفادهش اینطوری، یا توی جملات مجهول که قبل از فعل پاسیوی اوبیکتیو آیکاست، یکی از این سه تاست، یا که توی جملات پیشنهادی به یکی پیشنهاد میدین برای یک کاری از فعل پاسیوی اولش استفاده میکنین، قبلش نباید هیچی باشه، یا که توی زبان گفتاری می پرسونا، یعنی می یعنی ما دیگه، می کیریوی تان می کیریتا، یا که می کیریوی تان کیریتا، یه معنی رو میده ولی این ساختارش فرق میکنه. به نظرم این راحت هم هستا، می کیریوی تان، می پوهو تان، می کسوس تلان، وقتی طریقه ساختشون یاد بگیرید میفهمید که چقدر ساده هستش. و برای هر 6 تا گروه فعلی دو تا قانون هست فقط، خیلی راحت. خب ببینیم، ویدیو تقریبا 10 دقیقه شد دیگه، دیگه ادامه نمیدن. تو ویدیو بعد میریم در مورد نحوه ساخت پاسیوی صحبت کنیم.